Roy. Who do you think? Sawson? Sawson Starkash? What the hell are you doing here in the middle of the night? Waiting for you. I call your office almost every day, but nobody knew where you were. So I did my own detective work. Is that so? Did you come up with anything? I found you. Didn't I? Well, you sure did. What do you want? Where is my money? The $500,000 you owe me. This isn't the proper time to be talking about money. After you sold my movie to a Canadian distributor for $1 million, you ran away with my money to Europe. Oh, I forgot. You also took your 17-year-old secretary with you. You're an intruder. You don't leave. I'm going to call the police. Besides, that gun you're holding doesn't scare me a bit. That's called assault with a deadly weapon. And it can get you 15 years in the slammer. What do you think this is? You're in a movie? This is a serious crime. Last I heard, you were in Via Veneta in Rome, in Cafe de Paris, spending my money like there's no end. Then you went to Monte Carlo, wasting the rest of it, gambling. Sanson, what I did in Europe was my business. What you're doing is breaking the law. I regret being put in this rotten world. I regret they have to do this. Have you gone insane? Look, don't do something you're going to regret the rest of your life. Look, come on outside and cool off. My God, life is beautiful! جایی تشریف میبری؟
کجا باید بریم؟ ببخشید کجا داریم میری؟ شما سیگار داری؟ بله بفرمایید فندکم توشه. مرسی. مدت هست لب به سیگار نزدم، حالا عوض کردم. زندگی من بیشباهت به دود این سیگار نیست که داره میره هوا و مح میشه. زندگی همینه، پر پیچ و خم. ببخشید بالاخره نگفتید باید برم کجا؟ فعلا برو. تو فرودگاه مدتی تو بهرتون بودم، دنبال چیزی میگشتین؟ آره، میدونم مهر بیگانگی بر پیشونی دارم. حالا پس از گذشت چندین سال نیروی من رو اینجا کشوند. این حس در من از دیروز آغاز نشده، بلکه مدت هاست مثل خوره به جونم افتاده و داره رشته تار پودم و ذره ذره میخوره. اسمت چیه؟ اسمم الیاسه. الیاس؟ من ساسانم، ساسان سرکش. چرا انقدر پریشونی؟ چند وقت رانندگی میکنی؟ از سوالم تفره میری؟ من خودم از این دنیا خیلی سوالا دارم، حالا دیگه میخوام تنها باشم. میخوام نه ازم اسمی باشه و نه نشونی. تنهایی دردی رو دوا نمی کنه. در تنهایی دیگه تکلیفی نیست. تنهایی یعنی خودخواهی. مثل اینکه توی میدون بزرگ میون یه مش آدم وایستدین، یه ها اتفاقی می افته، وقت شما فقط به فکر خودتون اینو همه چی رو میذارین و فرار میکنه. گفتین چند سال از وطن دوری؟ خیلی وقت. چند روز پیش ناگهان هر چی داشتم گذاشتم اومدم ایران. آخه چطوری یه دفعه به سرتون زد برگردین دوباره اینجا؟ نمیدونم. دنبال چی هستین؟ دنبال چیزی که تا به حال نداشتم. پس فک و فامیل کجان؟ چرا هیشکی نایمد پیشواز؟ اون از ورودم اطلاعی نداشتم، راستش همگی در تبریزم. من نمیدونم بعد کجا ببرم اتو. تصمیم داشتم برم تبریز. پیشنهاد میکنم شبا توی هتل استراحت کنید، یکم حالتون جا میاد. فردا صبح خودم میام دنبالتون میبرم اتون تبریز. بعد فکری نیست. من فقط دلار دارم، چقدر میشه؟ بفرمایید، قابلتون رو نداره. هر وقت سفرتون تموم شد حساب ما رو تسویه میکنم. مطمئنی؟ بله مطمئنم. شبتون بخیر.
سلام. سلام قربان، بفرمایید. شب بخیر. شب بخیر. و یه شب یه اتاق میخواستم. خواهش میکنم، بفرمایید. از صبح که سوار ماشین شدین یه کلمه هم حرف نزدین. دیشب خوب خوابیدین؟ تو در مورد من چه میدونی؟ فرصت زیاده. تو هیچ میدونی با یه قاتل توی ماشین نشستی؟ قاتل؟ آره، یه قاتل، یه آدم کش. ترسوندمت؟ راستش به شما نمیاد کسی رو کشته باشی. چرا؟ مگه قاتل شاخودم داره؟ من یکی رو کشتم و از کارم خیلی راضیم. کیو کشتین؟ به خاطر چی؟ چه فرق میکنه؟ نشنیدی چی گفتم؟ باید صبر کنیم.
رادیاتور داغ کرده. یکم آب میریزم توش بعد راه میافتیم. شما مطمئنی به خاطر ترس از عواقب این قتل به ایران برگشتی؟ نه. علتش تنها اون نبود. راستش من زندگی رو خیلی وقته که گم کردم. پس اومدی پیداش کنی؟ نه، اومدم تمومش کنم. شما اگه جرأت کنین و با حقیقت روبرو بشین، کم کم این فکرای سیاهان از ذهنتون میره. حقیقت دیگه وجود نداره. درسته، حقیقت خیلی وقت تیکه پاره شده، ولی بدون ما نه همه حقیقتیم نه جزی از اون. ما فقط سایه ای از حقیقتیم. تو دیگه کی هستی؟ مگه نمیبینی آدم های این کار سردرگم و سرگردونن؟ آدم وقتی سرگیجه میگیره یه دوا و درمون داره، ولی وقتی دنیا سرگیجه میگیره چی کارش میشه کرد؟ معلومه خیلی ناراحتی. خشم گنده‌ای هم تو دلته. گوش بده، من نیومدم از یه بیگانه‌ای که تا دیروز زندگی من حضور نداشت درس عبرت بگیرم. چرا تو میخوای با من بازی بکنی؟ یعنی بازی در بازی با من رو کنترل کنی؟ من خودم از کنترل خارجم، الان بهت نشون میدم. دفعه دیگه که برم دود میشم و میرم آسمون. هر جایی که بری برگشت داره. برگشت به چی؟ همونطور که میخواستی، به کودک درونت. کودک درون؟ چه دوران خوبی بود، دوران کودکی. از چی میترسی؟ راتو بگیر و برو.
برو به دوران معصومیت. میخوام مستعدل میخوام. ما دیگه دیر شده. دیر نشده، فقط بعد از ته وجودت بخوای. نمیتونم، ازم خیلی دوره. راتو بگیر و برو، برو و میرسی به زمان. زمانا که شکافتی میرسی به نور. برو. چی میبینی؟ یه در رو میبینم، یه در قدیمی که یه در خونه مونه. برو به طرفش، برو بازش کن. مسعود داداشمه، پشت بوم خونمون داره کفتر بازی میکنه. اون محسنه، داداش بزرگم، تو آپارات خونه سینما داره فیلم نشون میده، زورا را داره نشون میده. اون هم که خواهرم ساراست، چقدر زیباست. پدرمو میبینم تو بازار فرش پوشی داره. مادرم مثل همیشه مشغول نماز. ای خدا، این که منم، همش 12 سالم. تاوریش، امیدوارم سفرتون بدون خطر بوده و بهتون خوش گذشته باشه. تاوریش، از لطفتون متشکرم. راستش این یه سفر طولانی و خسته کننده ای بود. امیدوارم که شما در بازگشت کتابی رو به همراه داشته باشید که خستگی رو از تنتون در بکنه. خوشبختانه احتیاجی به کتاب نیست. من مشغول نوشتن خاطراتم هستم. امیدوارم تو این سفر مجالی بشه بتونم در نوشته‌هام تمرکز فکری بیشتری داشته باشم. پس یادتون باشه تو بخشی از این کتابتون اسمیم از من ببری. تاواریش، ما تازه با هم آشنا شدیم، اما قول میدم که شما رو فراموش نکنم. در حقیقت چشمم به اینجا خواهد بود که ببینم چه پیروزی در پیش خواهیم داشت. تاواریش، وقتی موفق باشم آذربایجان رو جزو خاک اتحاد جماهیر شوروی بکنم، تمام دنیا ازم با خبر خواهند شد. و موقع در کرملین با سرود و آواز از من استقبال خواهند کرد. نمیخوام شما رو ناامید کنم، ولی جواب میکنم وظیفه مشکلی در پیش داری. یعنی شما از رسیدن من به این آرزو مشکوکین؟ تاواریش، آذربایجانی ها شجاع‌ترین مردمان دنیا هستند و تا آخرین قطره خونشون به خاطر دفاع از سرزمینشون مبارزه خواهند کرد. تاواریش، شما منو دست کم گرفتین. اگه یادتون باشه تزار روس قبل از انقلاب کبیر روسیه تونست تمام قفقاز از ایران جدا بکنه. به نظر من یک کمی از خون تزار تو رگ‌های من جریان داره.
فقط امیدوارم که فشار خون نیاری. رانده من تو هستی؟ بله، من دستور دارم شما رو ببرم به پادگان. اسم چیه؟ رشید علیوف. اهل کجایی؟ اهل آذربایجانم. روس آذربایجان. تواریش؟ یادت نره، روس آذربایجان. اطاعت. خیلی خوب، را بیافت. چرجی ساسان کپی دوم فیلم زولوس چه سوزوندی؟ بابا قرار بود اینو ببری سینما میتروپول. حالا باید چی کار کنیم؟ دیجی دیگه دردی رو دوا نمی کنیم. بس دیجی او هلن تو بیدم این پرده اول فیلم زولوس میخوبه میری سینما متروپو میدی دست آخراتش بیدو برمیگردی. حواست کجاست پسر؟ تولید نشود؟ باید دارم، عجله دارم. مراقب خودت باش. آی پدر سوخته، لعنت به اون پدره. بشتابید، فیلم زرا شروع شد. بشتابید
درو یار گدایان بشتابید بشتابید جنگجوی بزرگ بلیت برای الان بشتابید بس کجا بودی ساسان؟ کدوم جهندم در ری بودی؟ مردم در سندلی تیکه باری میکنن آقا رحیم این پرده اول زورست اینو بذار تو آپارو تو سانسره شروع کن من تا 15 دقیقه دیگه به پرده دوم برمیگردم مگه تو دیوانی؟ با کپلی کو آقا رحیم معطل چی هستی؟ چیه این موقع شب سر صدا رو انداختی؟ اومدم با تو معامله کنم این وقت شب؟ یه دونه کلوزاپ تارزان جانی ویسمولر رو بهت میدم و یه کلوزاپ گری کوپر عوض میکنم جانی ویسمولر تارزان با گری کوپر؟ سیاسفید با رنگی؟ بارو گام شو خیلی خوب یه دونه کلوزاپ رابین هود و رولفیلین هم بهش اضافه میکنم این شد یه چیزی اونجا چه خبره؟ یه ماشین تصادف کرده من کجام؟ حالت خوبه؟ شما کی هستین؟ حالتون چطوره؟ ماشینتون خورده بود به درخت ما شما رو از تو ماشین آوردیم بیرون میخوای برام سفارت خبر بدم بیان دنبالت؟ نه این کارو نکن من مست بودم کنترل ماشین از دستم خارج شد اگه موافقم بفهمن میفرستنم جبهه خب چی کار میخواییم بکنی؟ اگه اجازه بدین یکی دو ساعت همینجا استراحت میکنم حالم که بهتر شد زحمت رو کم میکنم ولی شما با این وضع نمیتونین رانندگی کنید چاره ای نیست باید برم گشنت نیست؟
از گشنگی دارم میمیرم. من میرم براتون غذا بیارم. ممنون. من تو رو میشناسم، تو ایستگاه راهن یادت باهات تصادف کردم؟ آره یادمه، خدا خیلی بدرم کرد. اسمت چیه؟ من اسمم ساسانه، ساسان سرکش. منم اسمم رشیده، رشید علیوف. چه غذای لذیذی بود. ممنون. غذای پادگان به دلست سگم نمیخوره. نوشه جان، الان اگه پدر مادرتون بیان و من اینجا ببینن که خیلی بد میشه. خانوادم تعطیلات رو رفتن زیارت. تو بهتره امشب اینجا بمونی. شما خیلی مهربونین. ای کاش یه وقت دیگه ای با تون آشنا میشدم. به هر حال من الان دشمن شما به حساب میام. من وقتی بزرگ بشم میخوام برم ارتش و هرچه روسه بکشم. برای تو هنوز خیلی زوده که از کشتن حرف بزنی پسر. شما خاک ما رو به زور اشغال کردی. من یه سربازم، تازه آذربایجانیم. تنها فرقی که بین من و شما هست اینه که شما این ور مرزین و ما اون ور مرز، همین. اسمت چیه؟ اسمم ساراست. سارا، چه اسم قشنگی. درس میخونی؟ بله پرستاری میخونم. وقتای بیکارم هم تو بیمارستان کار میکنم. از بانداج دستم معلومه که کارتم خیلی خوب بلدی. شما تا کی اینجا میمونی؟ تو این خونه؟ نه منظورم اینجا تو خاک ما. خب بالاخره دیر یا زود باید جلو پلاس اونو جمع کنیم و برگردیم کشورمون. یعنی دیگه اینجا بر نمیگردی؟ راستش خودم هم نمیدونم بر چی کار بکنم. 4 ساله که بغیر از جنگ و کشت و کشتار هیچ فکری تو سرم نبوده. ولی الان که فکرشو میکنم میبینم دلم میخواد اینجا بمونم. راستشو بخوای من خودمو بیشتر یه ایرونی به حساب بیارم. پس پدر مادرتون چی؟ قموخیشی ندارین؟ لعنت به این جنگ. پدر مادرم تو جنگ کشته شدن. خیلی متاسفم. شما چند سالتونه؟ من 20 سالم. منم 24 سالم. میدونی تو چه فکریم؟ نه. تو این فکرم که اگه این جنگ نبود منم اینجا نبودم. اون وقت ما هیچ وقت هم دیگر رو نمیدیدیم. خب من فکر میکنم تو این دنیا هر اتفاقی که میفته دست خداست. آره ولی از یه جایی به بعد دیگه دست خدا آدمه. جده چی اینجا جا افتخابیده؟ اون یه سرباز روسه، تصادف کرده بود. همسایا کمک کردن آوردنش اینجا، منم پانسمانش کردم. اون یه روسه؟ اون آذربایجانیه، از خودمونه. از خودمون؟ اون یه سرباز روسه. فردا صبح اینجا نباید باشه، فهمیدی؟
ساسا چیکار داری میکنی؟ نترس، دارم تمرین میکنم. بدش به من، دیگه هم به اون هفتیر دست نزن. بهت میدم، اگه قول بدی به ام تیراندازی ها. گفتم بدش به من، اینقدر اذیتم نکن. جلو نیا، گفتم به ام قول بده. خیلی خوب، یه روز میبرمت پادگان به تیراندازی یاد میدم. حالا اون هفتیر رو بده به من. تا به ام یاد ندی هفتیر رو بد نمیدم. جرأت داری بیا بگیر. خیلی خوب، بیا بشین تا بهت یاد بدم. گیری یه چشمتو میبندی، انگوشتو میذاری رو ماشه، بعد فشار میدی، بنگ. دارین چی کار میکنی؟ هیچی، ساسانی کم با من شوخیش گرفته بود، ولی دیگه قول داده که از این شوخی خطرناک نکنه. تو اینجا چی کار میکنی؟ مدرسه‌ت داره دیر میشه. دیگه دیوونه شده. به کارهای ساسان زیاد توجه نکنین. اون بعضی وقتا از خود بی خود میشه. خیلی علاقه داره آرتیست بشه. مهم نیست. اتفاقا منم وقتی بچه بودم دوست داشتم آرتیست بشم. شما گلای قشنگی تو از این گلا هم قشنگتری. میدونی گل سرخ نشونه چیه؟ قلب یه عاشق باید همیشه عاشق بمونه. اگه تو کنارم باشی همیشه قلبم برای تو میتپه، ولی باید بهم قول بدی که تو عشق دست هیچی نترس، به هیچی هم شک نکن. دارم امیدوار میشم. دوست داری بریم تو پارک قدم بزنیم؟ ولی اگه کسی ما رو با هم ببینه چی؟ تو عشق دستی چی نترس، به منم شک نکن.
احسان، تو اینجا چی کار میکنی؟ اون هفتی رو چرا برداشتی؟ من بی خودی به تو اعتماد کردم. تو اتنها خاک ما رو به زیر اشغال کردی، هر که از من سوء استفاده کردی و خواهرم رو گول زدی. من تو رو با خواهرم دیدم و تعقیب توی کردم. دیگه همه چیز واسم روشنه. تو یه دشمن یا دشمن رو باید کشت. تو هنوز خیلی بچه ای ساسان. این حرفا به تو نیومده. تو چه میدونی که بین من و سارا چی داره میگذره؟ اون هفتی رو بده به من. جلو نیا. دیگه داری عصبانی میکنی. هر چیزی حدی داره. میدونی اگه تو رو اینجا پیدا کنن چه بلایی سر من میارن؟ اون هفتی رو بده به من. گفتم جلو بیای میکشمت. گفتم جلو بیای میکشمت. هفتی رو بده به من. ساسان پسرم، نمیدونم تو چی کردی، نمیدونم چرا سربازا دنبالتن. بهتره تو بری هشرود ده عمود تا من ببینم چه خاکی تو سرم باید بریزم. چرا ساکت شدی؟ ترس به خودت راه نده، هنوز به آخر نرسیدی. قطار، صدای قطار رو میشنوی؟ الان دیگه موقعش. چی شده؟ این 2800 دلار تمام دارایی منه. دستمزدت. چی کار داری میکنی؟ تو این کیف یه نامه یه آدرسش روشه. برای برادرم محسن. اینو میبری میرسونی بهش. سفر ما اینجا دیگه تمومه. سفر ما هنوز تموم نشده. بعدش هم این همه پول حق من نیست. دیوونم کردی. میگم برو دیگه. یالا بزن به چاک. آخه چجوری تون بیام و ولت کنم و برم؟ جونم چه میخوای؟ میگم برو، برو دیگه. چرا نمیری؟ هر چی میگم گوش بده دیگه. برو دیگه.
از خفت سرم سبز شدی به صابه منو گیجم کردی بزن کشا برو دیگه برو ماشین رو شکن را بیافت نمی جام برو دیگه کردی؟ چرا نذاشتی بمیرم؟ تو از جون من چه میخوای؟ ساسان زندگی تو دست خداست، اون خودش جون داده خودشم میگیره. کاش میذاشتی میمردم. بعد از اینکه رشید و کشتی چی شد؟ فرار کردم. چی هستی؟ تنهایی اینجا چیکار میکنی؟ به تو مربوط نیست. گفتم جلو نیا. آره گم شو. چیه؟ وزوز گریه میکنی؟ گشنمه.
قول میدی به هم صدمه نزنی؟ آره بابا، بگیر بخور. اسمت چیه؟ بهار، بهار روستا. من ساسانم، ساسان سرکش. اینجا چیکار میکنی؟ یه بام افتاد پشت بوم خونمون، همه مردن، فقط من زنده موندم. گریه نکن، عاقبت هممون میمیریم. اینجا چیکار میکنی؟ کجا داری میری؟ دارم میرم هشت روز پیش مادر بزرگم. چه خوب، منم میرم اونجا، عموم اونجاست. چرا؟ مگه پدر و مادر تو هم مردن؟ چی شده؟ چرا اینقدر غمگینی؟ یه اتفاق بدی افتاده، قصهش درازه. داری فرار میکنی؟ آره، چاره ندارم، نمیدونم آخر عاقبتم چی میشه. Dinas. بی خودی خودتو رنج میدی. تو رشیدو نکشتی، اون از اون گلوله جون سالم به در برد. نه، اون نمرد. بالاخره روسها رفتن، ولی رشید باقی موند. بالاخره با خواهرم سارا ازدواج کرد. عروسیش این تماشایی بود، هیچ وقت از خاطرم محو نمیشه. ولی تو انگار یه چیزی رو جا گذاشتی. بهار رو میگم، درسته؟ بهار؟ بهار! ساسان! سلام بهار. سلام، خیلی وقت منتظری؟ تا آخرم. این چه حرفیه؟ آخه من نمیخوام تو تا آخر عمرم منتظرم بمونم. اگه لازم باشه تا آخر عمرم منتظرت بمونم. برای چی؟ ساسان میدونی
صدات هم هوایی میکنه. میدونی برای چی؟ برای اینکه عشق تمومی نداره، همه چی با عشق شروع میشه با عشق هم تموم میشه. چه شاعرانه. اشرود یادته؟ چطور میتونم فراموش کنم؟ انگار همین دیروز بود. واگن قطار یادته؟ یه تون خورسه در رفته بود و میخواستم بگیرمه؟ یادم هر وقت ازت جدا میشدم به این فکر میافتادم که تو یه فرشته بودی که خدا از آسمون فقط بر من فرستاده. چی شد؟ یعنی حالا که بزرگ شدم دیگه مثل یه فرشته نیستم؟ چرا؟ تو هزار مرتبه از یه فرشته قشنگتری. یه جوری نامرسوم خیالای تو تا دور افتاده ترین تکیه های تنه. باور کن از تو جدا نیستم. چرا داری از جدایی حرف میزنی؟ اون دوستم پرویز سعیدی یادته؟ همون که یه سال پیش رفت امریکا، همون که باهات فوتبال بازی میکرد. اون برام از دانشگاه کالیفرنیا پذیرش گرفت. احتمال داره، یعنی احتمال داره که به زودی برم امریکا. مگه اینجا چه شد؟ من اینجا به هیچ چی نمیرسم. به دلم برات شده بود که تو میری و دیگه بر نمیگردی. این حرف رو نزن، تو خودت میدونی چقدر برای من ارزش داری. نمیخواد گولم بزن. خودت میدونی که سینما برات از همه چیز مهمتره. عشق من به سینما هیچ ربطی به من و تو نداره. مگه ندیدی هفته پیش اتفاقی افتاد؟ یه عده از دوستای من جون خودشون از دست دادن. به خاطر چی اینها؟ برای کی؟ دارم از تو داری در میری؟ داری فرار میکنی؟ میری اونجا گم میشی، منو فراموش میکنی. شاید گم بشم ولی فراموشت نمیکنم. هر جای این دنیا که باشی پیدات میکنم. من نمیتونم دوری تو تحمل کنم. ما با هم قول قرارایی داشتیم، نه؟ قرار بود که همسو بشیم، هم قدم. خدایا همه خاطره شد، فرو ریخ، شکست. آره خیلی نقشه ها داشتیم، حتی خونمون رو تو رویاها ساخته بودیم. داغونم کردی ساز، من از من گرفتی. بهت گفته بودم که هر چی میخوای باش، اما باش. نمیخوای؟ برو تو هم. بهار، 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 بهار. بهار رفت دیگم ندیدمش. منم رفتم آمریکا. دیگه همه چی را فراموش کردم. دوست، فامیل، حتی بهار. آخه این همه بیگانگی واسه چیه؟ یه قدمی بردار، به باغ وجودت یه سری بزن. تو که ویرانه متروک نیستی، تو مثل یه کاخ پرشکوهی میمونی که همه درها رو به روی خودت بستی. همه ی اتاقای این کاخ به هم راه داره. به خودت بیا. تو کی هستی؟ کم کم به هویت نزدیک میشی. این زبون ها کجا آوردی؟
سلام خانم. سلام. میخواستم یه تلفن به امریکا بزنم. کدوم شهر؟ لس آنجلس. شمارتون لطف کنین. شماره لطفا. جان کوین شریکم؟ آره خودشه. برای چی؟ تلفن. ۳۱۰ ۶۷۵ ۲۰ ۳۶. تشریف ببرین کابین دو. برای آدم هیچ وقت دیر نیست که برگرده. برگرده به چی؟ به خودش. تو شریکتو نکشتی. شاید تو عالم خیال انقدر عصبانی شدی که فکر کردی اونو کشتی. الو؟ هلو مستر کوین؟ یس ویت ا مینیت پلیز. بیا با شریکت حرف بزن. بیا حرف بزن. میدونی ساسان، من و تو یکی هستیم. ساسان، مای گاد، I've been calling all over town looking for you for the past few days. Where in the hell have you been? Well, haven't you read the reviews? Your film has been accepted in the competition at the Cannes Film Festival. I mean, you have a hit movie. I've been getting calls and faxes from all the buyers all over the world wanting to buy your movie. You have a hit, Sauce. You're a rich man, you son of a gun. Sawson. 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 آقا ساسان، شما کجا رفتین؟ در به در دنبالتون میگشتم. شما کی هستین؟ منو از کجا میشناسین؟ آقا ساسان، حالتون خوبه؟ من حالم سر جاشه. من الیاسم، رانندتون. الیاس راننده من؟ این که از شما خیلی جوان‌تره. اگه شما الیاسین، پس لابد من دیوونه شدم. آقا ساسان، شما چتون شده؟ من دیشب شما رو از فرودگاه مهرآباد براتون داشتم آوردمتون هتل لاله. امروز صبحم راه افتادیم بریم تبریز. تمام راه اون پشت صندلی عقب خواب بودین. همش هزیون میگفتین، با خودتون حرف میزدین، از قتل شریکتون گفتین، از بچگیتون تعریف کردین، از زورو، سارا و رشید، از عشقتون به بهار. آقا ساسان، به نظر من شما قاتل نیستین. اون یه اقدام ذهنی بوده، فقط یه خواب. همین بهت گفته بودم که هرچی میخوای باش. اما باش. زندگی همینه. زندگی همینه. برای آدم هیچ وقت دیر نیست که برد. کم کم همه چی داره برام روشن میشه. نمیدونم بخندم یا گریه کنم. معلوم میشه بالا یه نفر هست که هنوز منو فراموش نکرده. بله، خدا بزرگه. دو رکعت نماز میخونیم و را میفتیم میریم تبریز. نه، من ترجیح میدم امشب اینجا بمونم. راستش کمی خستم. باید به برادرم تلفن بکنم. فقط
اگه میتونی من ببرم به یه هتل مناسب. با کمال می. نمیخوای به هم ملحق شی؟ دیگه واسه من خیلی دیر شده. تازه چیزی ازش یادم نیست. بیا شروع کنی خود به خود یادت میاد. الو بفرمایید. شب بخیر. شبتون بخیر. من سرکشم، از اتاق 32 زنگ میزنم. لطفاً تلفن سیما تابان رو در تبریز برام بگیرید. منتظر باشید وصل میکنم به اتاقتون. متشکرم. بله سینما تابان بفرمایید. الو سلام، میخواستم بپرسم آیه محسن سرکش هنوز اونجا کار میکنن؟ ایشون یه زمانی آپارچی سینماتون بودن. چی کارش دارین؟ شما کی هستی؟ من راستش ساسانم، ساسان سرکش. ساسان سرکش؟ برادر محسن؟ آقا شوخی گرفته؟ ایشون خیلی وقته رفته آمریکا و سالهاست که کسی ازش خبر نداره. آره میدونم، خودم باورم نمیشه، ولی من اینجام، هتل کالیبر. یه دقیقه گوشی داشته باشی. آپارات خونه بفهمید. محسن، یه خبر خوب برات دارم. یکی پای تلفن میخواد باهات صحبت کنه. چیه؟ تو خوابم ببینی باورت نمیشه. آقا محمود، تو چه منو زهرکش کردی؟ برادر ساسان از آمریکا برگشته، پای تلفن میخواد باهات صحبت کنه. جلل خالق محمدا شخلو علم، من یه برادر داشتم سالهای پیش رفته آمریکا، حالا هم خاطرشم برای من مرده. گوشی رو داشته باش. آقا ساسان، برادرت محسن پای تلفنه. سلام محسن. برادر این تویی؟ آره خودم هستم. ساسان یه عمری که ازت خبری نیست، آخه چطور شد یه دفعه برگشته؟ من سال حافش امید دیدن تو رو از دست داده بودم. چرا خبرم نکردی؟ وقت کم بود، این یه سفر ناگهانی بود. نمیدونم چه بگم. برادر نمیدونی چقدر دلم میخواد تو رو ببینم. کدوم هتله؟ هتل بزرگ کالیبر. ولی بی وله، من اگر امشب تو رو نبینم به سحر نمیرسم. امید دیدار. الان راه میفته. سلام. سلام. دیشب یه خوابی میدیدم. بذار حدس بزنم. یه فرشته اومد تو خواب تو، دستتو گرفت، بردتون بالا بالاها تو کهکشونا. آره. تقریبا یه همچین خوابی. ولی تو از کجا فهمیدی؟ به خاطر اینکه تو همه خوابات یه جورایی شبیه به همه. آره. من اغلب تو خواب به آسمون پرواز میکنم، میرم اون بالای بالا،
دستامو باز میکنم و میرم اون بالا تو افق. بعد از اون بالا وقتی پایین رو نگاه میکنم همه یه جاهای قشنگ رو میبینم، جاهایی که بعضی موقعا فکر میکنم تو این دنیا وجود نداره. ولی به نظر من تو این دنیا جاهای زیبا خیلی زیاده. آره ولی تو زیباترینی. کسی چه میدونه زیبایی تو چیه؟ من هم میدونم، هم تو خواب هم تو بیداری. پس بعد قول بدی تو یکی از این خوابات منم با خودت ببری. خیلی خوب، بهت قول میدم. چی شد؟ همین الانو میگم. اینجوری اینو که خودم هم بلدم. بیا سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید. من با آقای ساسان سرشش کار داشتم. محسن؟ ساسان. داداش این تویی؟ محسن. ساسان. چقدر از دیدنت خوشحالم. بیا بشی. محسن چقدر عوض شدی؟ خب خیلی سال گذشت، نمیدونه چجوری خودم رو اینجا رسونده. یه عمر منتظرت بودم. چطور شد به یاد ما افتاد؟ حالا که من اینجام، از بچه ها چه خبر؟ پدر و مادر چطورن؟ ساسان، پدر مادر خیلی وقت پیش از این دنیا رفت. پدر سرطان گرفت، دوا و درمان جواب نداد. مادرم بعد از اون دق کرد مرد. هر دوتاشون تا آخرین لحظه عمرشون به یاد تو بودن. چرا؟ نامه ها راجع به این هیچ اشاره نشده بود. من نمیخواستم تو برگرده. آره میدونم، من گرفتار مشکلات خودم بودم. لازم نیست راجع به گذشته حرف بزنی. هیچ قدرتی نمیتونه گذشته رو برگردونه. گوش کن ببین چی میگه. من تو راه چه داشتم میومدم، فکر میکردم من تو را نمیتونم بعد از این همه سال همینجوری ببرم تو خونه. یه قومه، یه عمره در انتظار تو هم. داداش، تو میان مردم اعتبار داره. پس فردا میای تبریز، ما هم میاییم پشوازت. راستی، از اون چه خبر؟ بهار رو میگم. کدوم بهار؟ آه، هنوز یادته. داداش دیوانه شده. آره،
از عشق تا جنون راهی نیست. پس بگذاریم تا فردا. پس تا فردا. از تو و با تو شروع می کنم که زیبایی عشق را از طلوع اولین نگاهت دیدم. تو را در کف خود می بینم با همان احساسی که از روز نخستین در چشمانت نگریستم. اما ای کاش این احساس گذرا نباشد و تو تا ابد در کنارم بمانی. امروز هم بیقرارتر از روزهای پیش نغمه های عشق را جستجو کردم و در باور خیالهایم پلی تا مرز عشق نهادم تا به بی نهایتی برسم که تو را تعبیر کند. بیقرارتر از باران، رسواتر از عاشق، بیپرواتر از گلهای شورزار از تو میگویم. در نهایت چشمانت سیر میکنم و تا سحر در خیال خود عشق را نقاشی میکنم. چه زیباست این عشق بر آسمان قلبی که مدت‌ها غبار غم به همراه داشته. فریاد می‌زنم تا باور کنی دوستت دارم. با من هم سفر شو تا مرز عشق، تا رویا، تا خیال عاشقانه. با من بمان، با من بمان تا بالهایمان را سبک‌تر از پیش بر آسمانی که همیشه آبی است به پرواز درآوریم. بی زحمت همه جا توقف کن. ساسان شرمندتم، داشتم می اومدم اسکار راهن، سارا حالش به هم خورد، الان خوب شده داره میاد. ساسان باورم نمیشه. ساسان خواهر ساراست. ای خدا سارا، باورم نمیشه. سارا نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحال. ساسان، سارا، بچه ها منتظرن، لشکری هم اونجا هستن، بریم، بریم.
ساسان، رشید علیو. رشید ساسان، معصوف محسود ساسان محسود برادر هستم. سالا منتظر همین لحظه بودم. به دلم برات شده بود که تو برمیگردی. این کفتر برام خیلی عزیزه. حال مال تو. برادر تو چقدر عزیز و مهربون. این کفتر، آزادی این کفتر و رهایی من. دخترم عمو ساسان. بچه ها دای ساسانه. Ölümüme bezen kızım, yaşay yaşay saçları tökülen den yüzüme, görenler çok hoşladı, sen benim özüme. Ay benim geçen kızım, saçları ipen kızım, ölümüme bezen yüzüm.
ببخشی سرکار خانم، اتفاقی افتاده؟ چیزی گم کردین؟ راستش خیابون لیز بود، خوردم زمین، عصام از دستم در رفت، افتاد تو جوب. اجازه بدیم من بگردم، شاید پیداش کنم. پیداش نکردین؟ نه، متاسفم. لابو جم بردتش. نه، آب بردتش. حالا من چی کار کنم؟ بدون عصام چجوری برم خونه؟ خودتون ناراحت نکنین. بگین خونتون کجاست، من همراهتون میکنم. نه آخه نمیخوام به شما زحمت بدم. هیچ زحمتی نیست. این جوب منو به یاد بچگی میندازه. اینقدر دنبالش میدویدم تا ببینم به کجا میرسه. اینجا یه نیمکته، بفهم بشینیم. خب، فهمیدین؟ نه، وقتی بزرگ شدم فهمیدم میره رودخونه میشه. خب، فهمیدین رودخونه چی میشه؟ آه، نه. خب، لابد دریا میشه. هیچ وقتی همچین اتفاقی برام نیفتاده بود. باید به فال نیک بگیریم. به خدا میخوام، ولی آخه چطوری؟ راستش من فکر میکنم راهمو گم کردم، اصلا نمیدونم کجام. آخه من تو این شهر به دنیا اومدم، تمام کوچه پس کوچه هاشو وجب به وجب بلدم. ما الان سر خیابون تربیت هستیم. عجیبه، من اصلا اینجا چی کار دارم؟ این که راه خونه من نیست. کجا میخواستین تشریف ببرین؟ خونه من بالای خیابون بیستونه، نزدیک باغ ملی. اتفاقا منم راهم همون طرفه. ای دوست دارین دستتون بزنین رو بازوی من، به همراه من بیاین. خیلی از لطفتون متشکرم. با اون که چند دقیقه بیشتر نیست که با هم آشنا شدیم، اما من انگار سال هاست که شما رو میشناسم. آره، دنیای عجیبیه. تا چند دقیقه پیش ما دو نفر فقط بیگانه بودیم، از حضور همدیگه خبری نداشتیم، ولی حالا انگار چند سالی که ما همدیگه رو میشناسیم. من رفته بودم از این دیار، تازه برگشتم. منم یه دوستی داشتم که سالها پیش رفت سفر، دیگه هم ازش خبری نشد. پس از این همه سال هنوز به فکرشین؟ آره، آخه اون برام خیلی عزیز بود. ببخشید، ما اصلا به هم معرفی نشدیم. من اسمم بهاره، بهار روستا. شما کجایین؟ میری اونجا گم میشی، منو فراموش میکنی. شاید گم بشم، ولی فراموشت نمی کنم. هر جای این دنیا که باشی پیدات می کنم. شما کجایین؟ من اینجا در کنار شما. نگفتین این همه سال کجا بودی؟ چه فرق میکنه؟ ببخشید اینقدر کنجکاوی میکنم. نه نه، مهم نیست، رفتم آمریکا. عجیبه، دوست منم اون سالا رفت آمریکا. اسمش چی بود؟ ساسان، ساسان سرکش. اسم فامیلش بهش نمیومد، اون اصلا سرکش نبود. اون یه آدم احساساتی، زود رنج، حساس. تو این فکرم این زندگی چقدر پر از راز و رمزه. حوادثی روی میده که آدم بی اختیار کنترل رو از دست میده. تنها خاطره که برام مونده خاطره یک عشقه، عشقی که به انتها نرسید.
اینجا یه پله است، مواظب باشی. رسیدیم. اینجا خونه منه. دیگه مزاحمتون نمیشم. نمیدونید چقدر منو خوشحال کردی. شما هنوز اینجا هستین؟ آخه میخواستم مطمئن بشم شما صحیح و سالم به خونه برسید. خیلی ممنون. چقدر شما مهربونید. میدونین با اینکه شما رو خوب نمیشناسم، اما حس باطنیم به هم میگه که میتونم بهتون اعتماد کنم. منم همینطور. پس حالا که اینطوره اقلا تشریف بیارید توی لیوان چای میل کنید. آخه دیگه نمیخوام مزاحمتون بشم. هیچ مزاحمتی نیست. ازتون خواهش میکنم بیاین تو. اگه تشریف نیارید حسابی دلمو میشکنید. خب میاین تو یا نه؟ با کمال میل. من خزونو جامیزم.